نشست اسرائیل، آمریکا و 4 کشور عربی. اهداف نشست نقب چیست؟ درود بر شما بینندگان گرامی. روز دوشنبه 28 مارس اسرائیل، وزیر خارجه ایالات متحده و 4 کشور عربی در صحرای جنوبی اسرائیل نقب نشست بی سابقه ای را برای گسترش همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی برگزار کردند. حضور دیپلمات‌های ارشد از امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و مصر در یک منطقه اسرائیلی سطح تازه‌ای از آرامش در روابط بین اسرائیل و متحدان عربیش رو نشون میده. گرچه هیچ نوع توافقنامه الزام‌آوری بین اونها امضا نشد، اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمن ستایش از این اقدام کشورهای شرکت کننده در نشست گفت چند سال پیش حتی تصور این گردهمایی غیر ممکن بود. آقای لپید وزیر خارجه اسرائیل درباره اهمیت این نشست تاکید کرد و اظهار داشت که کشورهای حاضر در نشست تلاش خواهند کرد که این نشست رو به رویدادی سالانه تبدیل کنند. در برنامه این هفته به روال همیشه در خدمت آقای احمد رفعت روزنامه‌نگار هستیم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای رفعت، فرارسیدن بهار رو به شما شاد باش میگم، خیلی خوش آمدید. منم به شما فرارسیدن بهار و نوروز و شاد باش میگم و همچنین به تمام بینندگان این برنامه برای همه سال خوب و پر از موفقیت آرزو میکنم. متشکرم. آقای رفعت، کمی از زمینه‌های این نشست، اهمیت اون و همینطور اهداف جزئی‌تر نشست نقب برای بینندگان ما بفرمایید. اصلاً چرا صحرای نقب برای برگزاری این نشست انتخاب شد؟ خب انتخاب صحرای نقب به نوعی برای اسرائیلی‌ها بسیار مهم بود، برای اینکه در یک کیبوتسی برگزار شد که بن گوریون بنیانگذار اسرائیل بعد از اینکه از سیاست کنار کشید سالهای آخر عمرش رو در اونجا گذروند و در همونجا هم دفن شده. بنابراین به نوعی به وجود اسرائیل بسیار نماد وجود اسرائیل. ولی خب چرا این نشست برگزار شد؟ مدت ها بود صحبت از این میشد که ناتوی عربی یک پیمان نظامی خاورمیانه‌ای تشکیل بشه که به نظر من در حال حاضر امکانش نیست. میتونن همکاری های امنیتی دو جانبه برخی از کشورهای عربی با اسرائیل داشته باشن، ولی ایجاد یک ساختار مرکزی نظامی با فرماندهی مشترک در حال حاضر اصلا قابل تصور نیست. شاید در آینده بتونن با گسترش این روابط اسرائیل با کشورهای عربی همچنین امکانی به وجود بیاد، ولی لزوم این بود که در مورد مسائلی که کم و بیش به یکدیگر ربط دارن یک نشست چند جانبه برگزار بشه، به ویژه با توجه به اینکه کشورهای منطقه چه اسرائیل چه کشورهای عربی دارای مشکلاتی جدی با دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هستند. بنابراین اونجا هر کسی با پیشنهادها و خواستهای خودش به نقب رفت. برای کشورهای خلیج فارس یعنی بحرین و امارات متحده عربی و همچنین اسرائیل مسئله گفتگوهای وین یعنی احیای برجام و همچنین نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه در اهمیت قرار داشت. برای مصر یک سری مسائل اقتصادی مطرح بود و همچنین آنچه که مربوط میشه به فلسطینی ها، چون در صورت مصر از خلیج فارس دوره و همچنین مراکش هم مسائل دیگری را داشت، به ویژه همکاری امنیتی مثلا در رابطه با داعش یا حکومت اسلامی که در شمال آفریقا هنوز فعال و میشه گفت که برخلاف برخی دیگر از مناطق خاورمیانه هنوز دچار بحران نشده و سرکوب نشده از طریق نظامی. آقای رفعت، برخی تحلیلگران نشست شش جانبه نقب رو یک پاسخ ضعیف به فهرست بلند بالای مناقشات هم میدونن. شما فکر میکنید این مناقشات مخصوصا نقش جمهوری اسلامی تا چه حد در شکل گیری این نشست نقش داشته؟ ببینید، نمیشد از اولین نشست که یه روز و نیمه انتظار بیرون اومدن پیشنهادها یا توافقهایی رو داشت. یک سری توافقهای نظامی امنیتی بین در رابطه با جمهوری اسلامی بین اسرائیل و بحرین و امارات به طور رسمی و غیر رسمی با پادشاهی سعودی هم از مدت ها پیش در جریان، افسران اسرائیلی در بحرین و امارات حضور رسمی دارند. بنابراین به نوعی میخواستند ببینند که این همکاری ها را آیا در آینده میشه ساختاری
ترش کرد و به ویژه نگرانی های خودشون رو از سیاست های آمریکا به گوش آقای آنتونی بلینکن برسانند، چون واقعا نگران هستند از سیاست های آمریکا و واهمه دارند که آمریکا منطقه خاورمیانه رو به حال خودش رها کنه. بله، در حالی که میدونیم که ایالات متحده هم از مدت‌ها پیش در تلاش برای این رویداد بوده، ولی با انتقاداتی از سوی وزرای کشورهای عربی هم روبرو شد. کشورهای منطقه مشکلشون با سیاست‌های اخیر آمریکا در منطقه چیه آقای رفعت؟ مشکل در اونجاست که دولت جو بایدن اولین کاری که کرد، یک از اولین کارهایی که کرد به عنوان مثال خارج ساختن انصار الله یمن، یعنی حوثی های تحت پشتیبانی نیروی قدس، از لیست سازمان های تروریستی بین المللی. حالا میخواد سپاه پاسداران رو از همین فهرست خارج کنه. خب اینها باعث نگرانی هستن. ما شاهد بودیم در همین هفته های گذشته موشک پراکنی به سمت فرودگاه‌های غیر نظامی، مخازن آب و نفت پادشاهی سعودی، موشک پرانی جمهوری اسلامی به سمت اربیل، به سمت خانه یک نفر که مدیر عامل شرکت نفتی با یا تلویزیون کردستان 24. و همچنین دیدیم که همزمان با این نشست هم 5 نفر در اسرائیل در پیامد حملات تروریستی کشته شدند و اینها نگرانیاست و اینها معتقدند که آمریکا در این زمینه اگر سپاه پاسداران هم خارج بکنه از فهرست، عملا به نوعی تشویق کرده جمهوری اسلامی رو برای این گونه حملات. و نباید فراموش کرد که پس از نشست نقب فرمانده سپاه آقای سلامی بار دیگر تهدید کرد کشورهای منطقه رو که ما اگر اینها در سیاستاشون تجدید نظر نکنن در همکاری با اسرائیل، ما واکنش سخت با عملیات حتی استشهادی نشون خواهیم داد. بسیار سپاسگزارم آقای رفعت که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شب شما بخیر.